بله، تعلیم عیسی مسیح در مورد زمان آخر. امروز درس 40 رو داریم، یعنی 39 درس داشتیم. اگر ندیدید نشدید کلاستون رفته، برید لطفا در یوتیوب بنده، در تلگرام، در همین اینستاگرام، در آرشیو تماشا کنید، برکت بگیرید و از بکر رو خدا با شما صحبت کنیم. درس 40 رو داریم، فصل 8 هستیم، یعنی 7 فصل قبلی رو با هم بررسی کردیم که از هفته گذشته باب‌های 6 و 7 رو شروع کردیم. چند هفته میمونیم، میخوره به کریسمس، میخوره به سال نو، اشکال نداره، ولی با هم میریم جلو، در با مصادف میشه با اون روزها، میریم جلو و از خدا هم میخواییم که از طریق این کلام با ما صحبت کنیم. همونطور که باب 4 و 5 باب‌های خیلی خیلی مهمی بودن و هستن که ما چند هفته روش استادیم، باب 6 و 7 و حتی باب 8، در واقع از اینجا بعد ما وارد یک مسیر جدیدی میشیم در کتاب مکاشفه، بسیار برای ما مهم هستن. پس امروز بخش دوم در واقع باب 6 و 7 داریم. اول آیاتو میذارم بخونیم با هم دیگه، آماده بشیم. یوحنای رسول در جزیره پتموس وقتی تبعید شده بود و در زندان بود این مکاشفه رو میبینه در باب 6 آیه 1 و 2. امروز فقط آیه 1 و 2 رو نگاه میکنیم. هنگامی که بره، ایشون داره توضیح میده، هنگامی که بره یعنی عیسی مسیح نخستین مهر از آن 7 مهر را گشود، من ناظر بودم، من داشتم تماشا میکردم و شنیدم یکی از آن 4 موجود زنده که هفته گذشته راجبشون صحبت کردیم با صدای چون رعد گفت. چی گفت این یکی از این 4 موجود زنده؟ پیش آی، یعنی به جلو. همین که نظر کردم اسبی سفید پیش رویم پدیدار شد، آن که بران اسب سوار بود کمانی در دست داشت. دقت میکنید کمانی دستشه؟ یه تصویرهایی هست در اینترنت، بعضیش غلطه بعضیش درسته. شما اگه آیاتو بدونید متوجه میشید که اون تصاویر از کتاب مکاشفه هست صحت داره یا نداره. به هر حال حالا راجبش صحبت کنیم، راجب این کمان. کمانی در دست داشت و به او تاجی داده شد. به این آقایی که روی اسب سفید نشسته و او پیروزمندانه به پیش تاخت تا ظفر بیابد. خب ما از اینجا به بعد با چند تا اسب سوار آشنا میشیم. هر کدوم از این اسبا رنگای مختلف دارن که تفاسیر مختلف دارن. از دست دادین را تصاویری هم هست که همه اسبا با هم، یکی قرمز، یکی سیاه، یکی سفیده، ولی باید بدونیم که اینا کی هستن و اشاره به چی میکنن که زبان تمثیل است. هفته گذشته ما دیدیم که عیسی مسیح تومار رو میگیره. این تومار هست مثلا، خب نقاشی دیگه، نه همه چیزیه که آدما درست کردن، ولی بیان میکنه آنچه رو که یوحنا راجبش داره به ما توضیح میده. توماره به دست میگیره که هر کدوم از این مهرهایی که روی این سیلها یا تو مهرهایی که روی نامه هستن باز میشه نشانگر یک مطلبی است که حالا ما از سوارا را که با هم بررسی میکنیم اشاره به همین موضوع میکنه. این مهرها راجع به بلایا صحبت میکنه. دقت داشته باشید، ما از اینجا بعد بلایا رو میبینیم که کلام خدا پیشگویی کرده. اولین مهر رو امروز اینجا باز میکنیم، یعنی عیسی مسیح باز میکنه. عیسی مهر اول رو باز میکنه، مکاشفه باب 6 آیه 1 و 2 که سعی میکنیم راجبش صحبت کنیم و هر شبکه باری آیات رو هم میذارم. پس ما باید در نظر داشته باشیم که باز شدن هر کدوم از این مهرها به وقایع جاری شدن داوری خدا اشاره خواهد کرد. داوری یا قضاوت، جاجمنت، داوری خدا. مهر اول که امروز با هم نگاه میکنیم، عجله ندارم من تونتونی را برم جلو. مهر اول اشاره به تهاجم سیاسی دجال میکنه، سخن از تهاجم سیاسی شخصی به نام ضد مسیح، آنتی کرایست. زبانهای مختلف به شکل مختلف این موضوع رو نوشتن که برای ما مفهوم رو میرسونه، ضد مسیح و دجال. کلام خدا میگوید که در تاریخ دجالان بسیاری بودن. اولین بار نیست که دجالان میاد، از ابتدای آفرینش ما میبینیم دجال ها میان میرن، اگه شما بزنیم دجالی کوچولو کوچولو بودن. اما این دجالی که راجبش صحبت میکنیم ضد مسیح در واقع دیگه اوجه. من همیشه اینطوری میگم که همونطور که پدر و پسر و روح القدس برای ما بیانگر سه شخصیت خدا هستن،
شیطان هم که همیشه متقلبه، بخواد از خدا در واقع نمونه بگیره به ضد مردم، یادمون نره او به ضد انسان هستش و بشر هستش، کپی میکنه. در این تأسیس شیطانی، در تأسیس الهی ما پدر، پسر و روح القدس رو داریم. بعضی از شما دروس تأسیس مقدس گذرنده در میگذرنید و در کلام خدا رو جو تأسیس صحبت میکنه، ولی شیطان به همین شکل تأسیس رو داره. شیطان، دجال و نبی کاذب. ما راجع به نبی کاذب در هفته آینده صحبت خواهیم کرد. شیطان رو خب ما بسیار بشناسیم، او در واقع خود شرارت هست. چهارشنبه راجبش صحبت کردم، هفته گذشته راجبش صحبت کردم، حتما نگاه کنید چون باید دشمنمون رو بشناسیم. ولی ضد مسیح یعنی دجال، شیطان مجسم شده است. همطور که عیسی مظهر ذات خدا نایده است، خدایی که نمیتونیم ببینیم و لمسش کنیم، اگر عیسی رو میدیدیم مثل من و شما میفهمیدیم که خدا کی هست. شیطان همین کارو میکنه. دجال راجبش صحبت میکنم، چند هفته هم راجبش کار داریم. یک شخص واقعی هست، یک شخص خیالی نیست، یک روح نیستش، یک انسانه. شاید هم الان باشه، یعنی به دنیا آمده باشه، نمیدونیم ما. و بعد نبی کاذب که حالا اون هم تفاصیل خودشو داره. خب نکته اولی که الف که میخوایم با هم نگاه بکنیم در این مهر اول این استش که آیات که در بالا خدمتتون قرائت کردم، از تهاجم سیاسی دجال به ضد مسیح خداوند و کلیسا سخن میگه. او کارش اینه که به ضد مسیح عمل کنه. بیایید نگاهی به مهر اول بزنیم با هم دیگه و ببینیم که یوحنا اشاره میکنه که اون ناظر بود. من دوباره آیه رو میذارم براتون. ناظر بود، دارش برای امکانات اینترنتی که وجود داره در این نسل ما، ناظر بود و میگه دیدم که عیسی مهر رو باز کرد. دقت داشته باشید، عیسی مهر رو باز میکنه. در ضمن در این دو روزی که من میدم میتونه تفاسیر مختلف وجود داشته باشه، خادمین ایرانی، خادمین غیر ایرانی باشن، تفکرات مختلف باشه، دیدگاه. مثل که الان شما دوربین از من نگاه میکنید، میتونه دوربینم اونجا باشه که ببینید بنده رو، ها، به شکل مختلف. گاه هم با هم میخونه، تداخلی نداره، گاه هم متفاوت است، اشکال هم نداره، اشکال نداره. و به حال شما حق دارید که کلام خدا رو بخونید و رد بزنید، یکی شلا تا من اینجوری فکر نمی کنم، یا بگید منم موافق هستم، اختیار با شما هستش. به همیشه با عزیزان دیگه که چنین تعالی میدادن. پس عیسی هستش که مهر رو باز میکنه. هفته قبل صحبت کردیم این تومار رو پدر میده به عیسی، به عنوان انسان، به عنوان پادشاه، او تومار رو یکی که مهرش رو باز میکنه. به عبارت سند مالکیت زمین و پادشاهی رو عیسی رسما دریافت میکنه. ایزان برای این که به وضوح ببینیم که در واقع خداوند چی داره میگه، راجبش صحبت میکنه، چنان که یوحنا یکی از این چهار موجود بهش میگه، میگه بیا نزدیک، بیا پیش آی، ما باید نزد خدا بریم. خیلی خیلی مهمه، نه فقط در این مسئله. ببینید عبارت پیش آی رو با صدای رعدآمیز گفت، صدای قوی داشتیم، میریم آسمان میریم کیه این، جالب خواهد بود. در واقع باید اگر میخوام اراده خدا رو ببینیم و بدونیم، باید نزد خدا بریم. پولس رسول میگه، میگه همه چیز رو تحقیق کنید با آنچه نیکوست متمسک میشه. شما نوکیش هستید، احتیاج به معلم دارید، احتیاج به شبان دارید، شکی توش وجود نداره. مثل بنده اگه میخوام برم کلاس ورزش، خب احتیاج به کمک دارم دیگه. نمیتونم بگم من خودم بلدم، بردارم بزنم یه فیک کمرم درد بگیره یا مثلا مشکلی برام وجود بیاد. به همین شکل ما احتیاج به معلم داریم. کلام خدا میگوید که خداوند بخشید به کلیسا، شبانان، معلمین، مبشری، انبیا بخشید. خداوند بخشید در کتاب افسسیان باب 4 آیه 13 به بعد میگه او بخشید و میبخشه که ما بدونیم. ولی با این حال بریم نزد خداوند، نزد خداوند که این برای ما جا بیفته، برای ما باز بشه. یکی از این چهار موجود یوحنا میگه بیان از خداوند پیش آی. یوحنا رسول خداونده، یوحنا با مسیح زندگی کرده، یوحنا کلام خدا رو بلده، احتیاطی خوب بلده، تو انجیلش میفهمیم، تو رساله هاش میفهمیم، در کتاب مکاشفه. ولی میبینیم که
این یکی از این موجودات بهش میگه تو باید نزد خدا بیای. عزیزان از دعا کم نکنیم، بلکه بیشتر اهل دعا بشیم، زن دعا، مرد دعا بشیم. نه راجب دعا حرف بزنیم، بلکه دعا رو زندگی بکنیم. خب ما سعی میکنیم که در زندگی شخصی خودمون داشته باشیم و گاهن دوربینا رو باز میکنیم و شما ببینید امروز تو جلسه ما شروع کردیم دوبار دعا کردیم، با همین امکانات محدود اینترنتی با هم پرستش کردیم. شما باید نزد خدا برید. اینجا این موجود زنده بهش میگه بیا نزد خدا، نزدیک شو به خداوند. یوحنا چیکار میکنه؟ ایرانیه ها، یوحنا اطاعت نمیکنه، نه اطاعت میکنه. گاهن ما ایرانی ها خود حرف خودمونو میریم، رای خودمونو گوش نمی کنیم. یوحنا هم اطاعت میکنه و بر اثر این اطاعت که میکنه خدا بهش پردر میزنه کنار، مکاشفه میبینه. اسبی سفید رو میبینه که سوارکاری روی اون هست، همونطور که تو این عکس میبینید یک سوارکاری روشه که بر روی اون، این نقاشی البته، میتونه این شخص جوانتر هم باشه و موهاش فرق کنه، نقاشیه، ولی خدا شکر که تصاویر به ما چیزی رو میدن، ایده رو میدن. کمانی در دست داره و به او تاجی هم داده میشه. او میاد تا بر ضد مسیح پیروز بشه، بر ضد مسیح عمل بکنه. بعضی تفاصیل میگن این خود مسیحه، بنده موافق نیستم. میدونم به فارسی هم بعضی دوستان گفتن، از برادر ارشد گفتن که این مسیحه، و دیروز بیشتر تحقیق کردم راجع به این موضوع، از واعظین و معلمینی که به نام هستن در دنیا دارن راجبش صحبت میکنن، و بر اساس اون درسایی که من دارم میدم این تفسیر داره میگه که این شخص مسیح نیست، این اسب سوار. میدونم اسب سفید شما دوست دارید، نمیدونم کی با اسب سفید میاد از این حرفا. البته جای دیگه میگه در فصل 19 آیه رو بهتون میگم که اون عیسی خواهد، ولی اون شخص اون اسب سوار با این اسب سوار فرق میکنه. دلیلش هم بهتون میگم، چیز داشته باشید، صبور باشید. در واقع این موضوعی است که در تاریخ صورت نگرفته و در آینده تحقق پیدا میکنه. بعضیا هستن که میگن این اسب سوار اومده، در تاریخ اتفاق افتاده، نسبت میدن به فلان کس و فلان شخصیت تاریخی که وجود داشته، ولی به نظر نمیاد که تحقق پیدا کرده. پس نکته اول چیه؟ این شخص میاد به ضد مسیح عمل کنه. دقت داشته باشید، خود مسیح نیستش. ب میگوید که در واقع اسب سفید رو سوار میشه. سفید در کتاب مقدس، رنگ سفید نماد عدالت هستش، نماد عدالت هستش، چرا که قلمرو ضد مسیح ابتدا ظاهرا عادلانه خواهد بودش، ظاهر خوبی داره خواهد داشت. کسانی که با آنتی کرایست آشنا هستن، با دجال، بعضی فیلم ها رو درست کردن راجبش، معتقدن که این شخصیت اول ظاهر خوبی داره. من اینطور فکر میکنم، از کتابچه که سالا پیش از زنیاد کشیش میکایلیان داشتم در ایران، کاش که تونسته بودم بیارم با خودم. شاید بعضی از شما در ایران دارید، پی دی اف شو دارید برای من بفرستید یا وجود داره. من اون کتابچه رو اقلا این قسمتش رو یادم میاد باور داشتم. ایشون در اون زمان قبل از که ایشون رو بکشن در ایران، ترورش بکنن، گفتن که زمانی میرسه که دنیا از نظر اقتصادی به وضعیت خیلی بدی دوچار میشه. الان بیش از 27 سال گذشته از این ماجرا که ایشون شهید شده و قبل از اون کتاب رو نوشته بودن، کتاب شهر رو. دنیا میبینه از نظر اقتصادی وضعش خرابه، نه در ایران، در آمریکا، در کشور اروپایی، یونان چند ساله که میگن داره ورشکست میشه، در ترکیه که لیرش چقدر اومده پایین، در همه جای دنیا، افغانستان رفته این مشکل داشت، وضع اقتصادی دنیا خراب میشه. خادم خدا سالا پیش گفتن. و بعد شخصیتی پیدا میشه که میاد ترهیر میده از نظر اقتصادی دنیا وضعش خوب میشه. این همون هست. منم معتقدم که اون شخص وقتی میاد ابتدا کاری میکنه که مردمش ایمان میارن. علکی نیست که بهت بگه من ضد مسیح هستم بهت پیرو من، نه، ظاهر خوبی داره. کلیسا شاید فریبشو بخوره، شاید مردم فریبشو بخورن، و بعضی شخصیت ها هستن که روزا در جراید و در صفحات اجتماعی میبینیم، بعضی هم میگن اینا دجال هستن. من نمیدونم که کیه، اینو نظره، میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، ولی
ایشون وقتی میاد، این آقا وقتی آقا هم هستش، وقتی میاد ابتدا ظاهر خوبی داره، عادلانه داره، شاید ترایی میده. در گذشته افرادی بودن که گفتن اینا دجال هستن و ترایی میده که مردم به سمت صلح و عدالت میرن، ظاهر خوبی داره. حتی اسرائیل شاید فریبشو بخور، کشور اسرائیل. به عبارتی او بدل عیسی مسیحه که با اسب سفید میاد. من این را توضیح بیشتر دادم که شما حالا متوجه میشید که این اسب سوار شاید با اسب سفید داره میاد ولی عیسی نیستش، یک عدالت جعلی هستش. به نظر ابتدا صلح موقتی رو بر مقام میاره، دنیا شرطش بهتر میشه، از این جهت بسیاری فریب خواهند خورد. خب اما در مکاشفه فصل 19-11 میگوید آنگاه دیدم، 19-11 چند باب بری جلوتر میشه 19، یوحنا میگه دیدم که آسمان گشوده شد، گشوده است و پیش رویم، پیش رویم اسب، هان اسب سفیدی است، اسبی از سفید با سواری که آمین و برحق، یعنی عیسی. عیسی هم آمینه هم برحقه. اینجا راجع به این اسب سوار نمیگه آمین و برحقه، دقت بکن اصطلاحاتو، آمین و بر امین و برحقه، امینه، مینامیدش. او به عدل حکم میکند و میجنگد. پس با چند فصل جلوتر میبینیم یک اسب سوار سفید دیگه ای که همون عیسی مسیح خداونده، ایشون امین هست، آمین هستش، من گفتم آمین و امین هستش و بر حقه. عیسی مسیح گفت من حقیقت هستم، من حق هستم. او امین نه، او تا به آخر امین بودش، الان امین هستش و او به عهد حکم میکنه. این آقای اولی، از سوار اولی، ظاهرن به عدالت اشاره میکنه ولی او ابتداست، موقتیست. در کتاب مکاشفه عیسی جلال خودشو خیلی خیلی عظیم ظاهر میکنه. در ظهور اولیش، در آمدن اولی عیسی مسیح، او یک نوزادی بیگناه، کسی که جایی نبود که به دنیای ما بیاد، با مادرش مریم و همسر مریم یوسف از اینجا به اونجا رفتن. ما دو سه هفته دیگه جشن میگیریم، بیاد میاریم موضوع رو، و در بیت لحم، در آخری، در استبلی به دنیا آمد. خیلی مظلومانه، خیلی مثل من و شما، این برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته، نه؟ حالا نه توی استبل به دنیا بیاد، توی شرایط سخت اجتماعی. ولی این بار وقتی عیسی مسیح برمیگرده، او صورت و جمال متفاوتی داره، او دیگه یک انسان ضعیف نیستش، او خودشو خالی کرد، مثل ما شد، فیلیپیان باب 2. ولی این بار که برمیگرده، او به عنوان خدای پرجلال، داور عادل، کسی که این در واقع تومار به او سپرده شده که چیکار کنه؟ که بیاد داوری بکنه، که بیاد داوری کنه. او میاد برای داوری. خیلی جلال عظیمی داره. هرچی مکاشفه رو بیشتر میخونیم، جلال عیسی رو میبینیم. این مرها چیزهای زیان آوری هستن، همطور که اشاره کردم، که با باز شدن آنها خواهیم دید سختی ها پدیدار میشه. دانیال فصل 7 آیه 21، اگر فرصت بشه یک بار دانیال هم بررسی میکنه. دانیال فصل 7 آیه 21 اینطور میگه، قبل از عیسی مسیح در همین کشور ما دانیال خدمت میکرد. چون می نگریستم، دانیال میگه، آن شاخ به جنگ مقدسین رفت و بر ایشان استیلا یافت. ایشون نبوت میکنه، ایشون میبینه که راجب شاخهایی میبینه، اونم حالا که شد تصویرشون در هفته آتی نشون میدم که در اینترنت هست، شاید بعضی از شما میبینید. ولی اینجا چی میگه؟ در باب 7 میگه که اون شاخ که اشاره به همه آنتای کرایست میکنه، به دجال ضد مسیح میکنه، به جنگ مقدسین میاد. نه فقط به جنگ خداوند ما عیسی مسیح میاد، به ضد او عمل میکنه، به ضد کلیسا میاد و بعد میگه بر اون استیلا پیدا میکنه. زمانی میرسه دجال دسته دسته مسیحا رو میگیره و شهیدشون میکنه. هفته بعد بیشتر نگاه میکنه. کسانی که روی پیشانیشون 666 نیست. امروزه شما در تلفن‌ها و خیلی جای دیگه خیلی راحت اعداد رو می‌بینید.
شما میرید اینترنت میگردید میگید که من دنبال پیرن میگردم، اصلا پیرنم قرمز باشه، حالا من قهوه‌ایه. بعد از ساعتی بعد میبینید به شما ایمیلای میاد و وقتی دوباره میرید به اینترنت میگردید میبینید دوباره شما رو برد به اینجا. مثلا من میخوام برم مسافرت در مورد یک کشور و شهری، دارم دنبال جایی میگردم که بلیط پیدا بکنم، بعد ببینید آفر میاد برای من بعد از چند ساعت، میخوای بری این کشور بلیط ما ارزون تره. سیستمی الان در دنیا وجود داره، سیستمی وجود داره و روز به روز فشرده و سخت‌تر میشه. قبلا شما کد میزدید میرفت تو تلفنتون، الان شما دوربین نگاه میکنید تلفنتون باز میشه. بعضی ساعتشو دارم، زمانی میرسه که شما اگر عدد دجال رو نشته باشید نمیتونید خرید بکنید. کلام خدا میگه زمانی میرسه که شما در شکنجه های او قرار میگیرید و دانیال قبلا اینو پیشگویی کرده. نکته پ، این از سوار سفید ایشون میگه چی؟ کمانی در دستش، دقت کنید، کمانی داره، تیر کمانی داره. در این کمانی که در اسب مشاهده میکنید اشاره به سلطه ضد مسیح میکنه، یعنی قدرت داره، او قدرت خواهد داشت. این قدرت رو خدا اجازه میده داشته باشه. دقت کنید، مهر رو عیسی باز میکنه. در دوران تاریک تاریخ بشریت، اما خوب توجه کنید، این تصویر درسته. کمان این شخص از سوار بدون تیر هستش، پیکان نداره، تیر نداره، فقط کمانی هستش. نکته مهمیه که کمان داره ولی تیر نداره، تیر نداره، که اشاره به پیروزی های بدون خونریزی دجال میکنه. او پیروز میشه، او موفق میشه، او سلطه به وجود میاره بدون درگیری و خونریزی. ابتدا نمیبینیم که او توسط اون کمان تیر رو شلیک بکنه. به نوعی سیاست فریبنده سلامیز داره. اینجاست که بشر فریب میخوره، اینجاست که با او کارهاش و با روشهایی که انجام میده مردم متوجه نمیشن. مگه شما کتاب مکاشفه رو بلد باشید؟ مگر این آیاتو خونده باشید که ما این فرصت داریم که فیض مسیح رو داریم بررسی میکنه. او تهدید به جنگ میکنه، او کمان در دست داره، تهدید به جنگ میکنه، اما جنگ نمیکنه، هرگز درگیر جنگ نمیشه. دجال ابتدا خودش رو به عنوان شاهزاده صلح معرفی میکنه. من آدم خوبی هستم، شما من احتیاج دارید، دنیا دنبال چنین شخصی میگرده، همیشه دنیا دنبال نجات دهنده بوده، اما در واقع اهل جنگ هم نیستش. کمان رو نشان میده اما به نظر میاد جنگی صورت نمیگیره. پس کمان داره، یعنی قدرت داره، پیروزی های مختلفی رو به دست بیاره اما بدون جنگ و خونریزی. ت، آخرین نکته رو نگاه میکنیم اینجا امروز، تاج رو در این آیات میبینیم که بهش اشاره میکنه. آیات رو من هم تو نشون میدم که مخصوصا ببینید. هنگامی که برای نخستی مهر از آن هفت مهر را گشود، من ناظر بودم و شنیدم که از آن چهار موجود زنده با صدایی چون رعد گفت، پیش آی، بررسی کردیم، همین که نظر کردم و نگاه کردم، اسب سفید پیش رویم دید پدیدار شد که آن که برای اسب سوار بود کمانی در دست داشت، کمانی در دست داشت، تیر نداشت، کمان داشت. به او تاجی داده شد و او پیروزمندانه پیش تاخت تا ظفر بیابد، تا پیروز بشود. دقت بکنه. خب تاج چی هستش؟ تاج نمادی از قدرت سیاسی دجاله که بر سر داره. به نظر میاد مثل پادشاه باشه. حالا من مطمئن نیستم ایشون پادشاه میشه، رئیس جمهور میشه، نخست وزیر میشه، چی میشه مشخص نیستش اینجا. و یک فرد سیاسی است. با اشاره به محتوای آیات میتونیم ببینیم. باب 13 مکاشفه آیات 1-2-7، باب 13 آیات 1-2-7، یوحنا میگه آنگاه وحشی دیدم از دریا بیرون آمد. میرسیم هفته بعد به باب 13. 10 شاخ داشت و 7 سر با 10 تاج بر شاخهایش و بر هر سرش
نامی کفرآمیز نوشته شده بود. بررسی خواهیم کرد. صبر باشید. آن وحش که من دیدم پلنگ میمانست. نقاشی هم میبینید در صفحات اینترنتی راجبش. من نشونتون میدم. اما پاهای خرس داشت. دیدم شبیه پلنگ بود. اما پاهاش مثل خرس بود. دهانش مثل شیر بود. و اژدها قدرت خود را و تخت خود را به وحش داد. و اقتداری عظیم به او بخشید. او اجازه داده شد تا با مقدسین بجنگد. آیه 7. باب 13 آیه 7. با مقدسین بجنگد و بر آنها پیروز شد. بر آنها پیروز شود. و به او اقتدار بر همه طوایف و ملت و زبان و قوم داده شد. هفته گذشته گفتم. مثل اون که خدا خودش میکشه عقب. هنوز خدا داره عمل میکنه. اینجاست که بعضی از فرقای مسیحی و کلیسا معتقدن که در اون زمان یک کلیسا نیست. کلیسا روبوده شده. حالا دو فرضیه است. کلیسا هست، کلیسا نیست. این شخصی که من درسشو دارم به شما میدم، ایشون میگه کلیسا خواهد بودش. دلایل خودش هم داره و درست هم هستش. کلیسا باید باشه، بشارت بده، دعا کنه، عمل کنه. ولی به هر حال علت که کلیسا نیستش اینه که وقتی که اتفاق میفته کلیسا میره روح القدس نخواهد بود، چون روح القدس بر کلیسا آمد، نه امر رسول باب 2 بر کلیسا آمد، برای کلیسا آمد تا دنیا رو به گناه ملزم میکنه. حالا اینا تفاسیر مختلف است که ایزان میکنن، اینجا هم دانشگاه کتاب هستی که من میخوام برم اونها نگاه کنم. اما راجع به تاج به دو موضوع مختلف اشاره میشه. نکته ت هستیم، تاجی بر سر بود داده میشه. اول اینکه ضد مسیح قدرت خواهد داشت. عیسی خداوند تمامی قدرت رو داراست. آمین. میدونم که دارید میگید آمین، نمیتونید بنویسید. و به طور محدودی برای سه سال و نیم به دجال اجازه خواهد داد تا عمل بکنه. عیسی این اجازه رو میده. عیسی تمام قدرت رو داره. بعدن عیسی میاد رو نابودش میکنه. نگاه میکنه دجال از بین میره، نبی کاذب از بین میره و بعد سردستشون شیطان هم برای همیشه از بین میره. ولی در این سه سال و نیم اول که حالا سه سال و نیم هست، اگه بخوایم بپذیریم هر روز برای خدا مثل هزار سال هستش، نمیدونیم ما، ولی حالا به نظر میاد سه سال و نیم باشه. در سه سال و نیم اول قدرت داره که عمل بکنه. بکاشه با 13:7 به او اجازه داده میشه با مقدسین بجنگه، با کلیسا میجنگه و بر آنها پیروز میشه و با اقتدار بر هر طایفه و ملت و زبان و قوم داده میشه. پس ضد مسیح قدرت داره. دوم، او شریره. شاید اولی بعد میگفتیم شریره، فرق نمیکنه. رهبران گناهکار نیز قدرت خودشون رو به ضد مسیح میدن. پس این شاخهایی که میبینید کشورهایی هستن که میان متحد میشن، به نظر میاد 10 تا کشور باشن که از بین اونا دجال هست. تصاویرم که نقاشی شده همین جوریه. 10 کشور، بعضی میگن اروپا هستش، که دجال از بین اونا میاد، این کشورها از اونا حمایت میکنن. این چیزا رو دارید میبینید، خیلی قابل لمسه که دنیا داره به این سم میره. مکاشفه 13:2 میگوید آن وحش که من دیدم به پلنگ میمانست، اما پاهای خرس داشت، یک کشور، دهان شیر داشت، دو کشور، اژدها قدرت داره و تخت خودش رو به وحش دادش و اقتداری عظیم به او بخشیده شد. پس او خیلی قدرتمند میشه، خیلی قدرتمند میشه. از هیتلر قدرتمندتر میشه، از هیتلر شهیرتر میشه، از صدام شهیرتر میشه، هر کیو که شما بیادتون میادش. همونطور که دیدیم او تاجی داره که نماد قدرت سیاسیش هستش. او تنها یک فرد پیروزمند نیست، بلکه واقعا یک رهبر سیاسی است. خداوند در گذشته همیشه از افراد شریر، اگه کتاب مسیح خونده باشید میبینید، خداوند همیشه از افراد شریر برای تنبیه قوم خودش استفاده کرده. در کتاب عبرانی هم میگه خدا کسی که دوست داره تنبیه میکنه. به نظر میشه زمانی میرسه که عیسی به تنبیه احتیاج داره و برای این کار از افراد شریر استفاده میکنه. شریر که شریره دیگه، به عبارتی خدا اجازه میده استفاده میکنه، نه که خدا شرارت رو دوست داره. خدا اجازه میده که شریر
این کارهای شراتبار خودش رو انجام بده. ما افراد مختلفی داریم در عهد عتیق که این کار رو کردن در عهد جدید. مثلا نبوکدنصر فرد شعری بود، در باب دانیال باب اول راجبش بخونه. سنخریب پادشاه آشور رو میبینیم که خدا از او استفاده میکنه، پادشاه آشور و افراد دیگه که در عهد عتیق بودن. اینا مظهر شرارت هستن، اینا افراد شعری بودن که خدا استفاده میکنه. و دجال دیگه اوج اینا هستش، میبینیم که یکی از افراد شعری خواهد بود که خدا اجازه میده او بر کلیسا غلبه پیدا بکنه. خب غلبه پیدا بکنه، ولی ما میدونیم که کلیسا پیروزمنده. در آیت بیشتر راجبش هفته بعد نگاه کنیم، کلام خدا میگه وقتی کلیسا توبه میکنه خدا کلیسا رو برکت میده، کلیسا رو مبارک میکنه. ولی بعد کلیسا توبه کنه جایی که داره غلط میره جلو و اشتباه میره جلو. پس با این وجود ما مشاهده میکنیم که مهر اول اینجا باز میشه توسط عیسی مسیح برای عزیزان که تازه اومدن. میبینیم که برای اینکه شما این مهر رو بدونید، یوحنا بدونه، خدا بهش میگه نزدیک بیا. ما نه فقط برای دیدن این مهر و بقایا باید نزد خدا بریم، برای هر چیزی در زندگی روحانی باید نزد خدا بریم اگر میخوایم بدونیم اراده خدا رو. گاهن ما همه کتابا رو نگاه میکنیم، همه در واقع تفاسیر رو نگاه میکنیم، فقط کاری که نمی کنیم اینه که به نزد خدا نمیریم. نزد خدا بیا و بعد وقتی میری خدا میگه همین که نظر کردم، همین که رفتم به حضور خدا، همین که حرف گوش کردم، اسب سفید رو میبینه که از سوار اون در واقع اسب نشانه کسیست که میخواد عدالت برقرار کنه به ظاهر، و از سوار دجال هست. عزیزان دقت کنید، جایی که شما شاید تفسیر رو ببینید که داره به شما میگه که اون مسیحه، ولی من عرض کردم که اینجا مسیح نیستش، اقلا در این قسمت مسیح نیستش، در باب 19 مسیح هست که با اسم. و گفتیم شیطان همیشه کپی میکنه از مسیح، از خدا. از سوار میادش و بعد کمانی داره، کمان داره، قدرت داره، به او داده میشه ولی تیر نداره. یعنی چی؟ یعنی او برای جنگ نمیادش، برای جنگیدن نمیاد. او با صلح و با فریب هست که پیروز میشه. متاسفانه بعضی از ایمانداران فریبشو میخورن و بعد او تاج داده میشه، یعنی قدرت داره و او پیروزمندانه به پیش خواهد تاخت. خدا هم به کلیسا رحم کنه، آماده باشه. چرا به کلیسا رحم کنه آماده باشه؟ یعنی شما، یعنی بنده، فرق نمیکنه. برای اینکه کلیساست که سفیر مسیح هستش و کلیساست که اون چراغی است که باید روی چارپایه باشه. اگر کلیسا چراغی رو چارپایه کار خودشو نکنه با مشکل روبرو خواهد شد. امید دنیا به نجات دهنده است. نجات دهنده از کلیسا استفاده میکنه، از شما و من استفاده میکنه. فریب نخورید که از یک کشیش فقط استفاده میکنه، آمین، ولی از شما میخواد استفاده کنه. کلیسا نمک جهانه. اگه نمک خاصیت خودشو از دست بده، پس به چه چیزی میخواد نمک این بشه؟ اینا رو مسیح گفته. فهم من یادآوری میکنم به شما. بنابراین دعا بکنیم. من نمیدونم در چه وضعیت روحانی هستید. آیا با خدا راه میرید؟ زندگی میکنید؟ مقدس زندگی میکنید؟ آیا دشمنتون رو بخشیدید کسی که به شما بدی کرده؟ آیا خدمت میکنید؟ اگر خدمت میکنید، خدمت شما میوه میاره. اگر میوه میاره، میوه هم میمارد. یوحنا باب 15. مهمه که کلیسا در خداوند باشه. عزیزم بیایید در این روزه سخت که یک سال خوردی از اون گذشته، به نظر میاد که بهتر نمیشه، بدتر میشه، بیشتر به خداوند بچسبه، بیشتر نزد خدا بریم، جدی بگیریم. من بارها تو این جلساتی که در طریق اینترنت داشتم به شما گفتم، به خودم گفتم، ما باید جدی باشیم، باید جدی باشیم. یا ایماندار هستیم یا ایماندار نیستیم. میگه اگه ایماندار نیستیم تکلیف مشخصه، خداوند هم میدونه تکلیف چیه، شما میدونه تکلیفتون چیه، ولی اگه ایماندار هستیم، ایماندار واقعی باشیم. ایمانداری واقعی کسیست که مثل مسیح رفتار میکنه و فکر میکنه. من دعا میکنم خداوند بیداری روحانی به من و شما بده، به کلیسا بده. اول به من بده، بعد به من بده، بعد به خانوادم بده، به همسرم، به بچه‌هام، به نوام که حالا کوچولوه، به فامیلم بده،
بعد به کلیسایی که خدمت میکنم، بعد به همسایه هام بده، بعد به دنیایی که در اون هستیم. بعد در لس آنجلس هستم، شما در کشور هستید، در داخل کشور هستید، شاید در ترکیه هستید، شاید در اروپا هستید، هر جا که هستید برای او بدرخشه. روزایی که پیش رو داریم روزای مبارکی است، بیاد میاریم. ما روز پرست نیستیم، ما دنبال یک تاریخ به خصوصی نمیگردیم، اشتباه نکنیم. ما بیاد میاریم که مسیح میان ما آمد. اگه بیاد میاریم شکرگزار باشیم، اگه بیاد میاریم به اون نزدیک بشیم، اگه بیاد میاریم به دیگران هم بگیم کاری که خدا به زندگی ما کرده، چنانکه اعمال میخونیم که شاگردان این کارو کردن. با هم دعا بکنیم، جلسه‌مون تموم بکنیم به فیض خدا. من هفته بعد برمیگردیم، فکر میکنم دو ماه رو بتونیم با هم نگاه کنیم هفته آینده، و بعد جلسه سوم و دو هفته دیگه جلسه کریسمس خواهد بود. آماده باشیم. هللویا. خداوند تو شکر میکنیم برای کلام برحقت. میدونم دشمن به ضد کلام توه، چون میترسه از کلام تو، چون شرارت افکار و وجودشون رو در بر گرفته. افرادی که به ضد انجیل مقدس هستن، افرادی که انجیل آتیش میزنن، افرادی که به ضد کسایی هستن که انجیل رو میخونن یا به دیگران میدن، اینا شریر هستن. ای خداوند بهشون رحم کن تا دیر نشده. ای خداوند عزیز، تو شکر کنیم برای کلام زنده ات خداوند، که ما آرا شنیدیم، که ما را دریافت کردیم، به خاطر رحمت تو بود، به خاطر فیض تو بود. خداوند عزیز، پولس رسول میگوید که من شریرترین شخص هستم، گناهکارترین شخص هستم، اما خدا بر من رحم کرد. هستم آن که هستم، او رحم کرده. خداوند تو رحم کردی به من، به ما. هر کدوم از ما میتونستیم به راههای خودمون بریم، ادعا بدیم، چنان که قبل از ایمانمون هر کس به راه خودش میرفتش. زناکار در زنای خودش بود، زانی در زنای خودش بود، قاتل در قتل خودش بود، گناهکار در گناهان خودش بود. ای خداوند عزیز، ولی تو ما رو رهانیدی، و تو شکر می‌کنیم که اگه کسی رو تو میرهانی، او حقیقتا آزاده. ما اعلام میکنیم آزاد هستیم، ما اعلام میکنیم که فرزندان تو، کسانی که به خون مسیح خیلی شدن، آزاد شده. این خداوند عزیز، ولی دعا میکنم در نام عیسی مسیح، چنان که کلام تو رو میخوانیم دونه دونه مهرها باز میشه بیشتر. این خداوند، کلام تو ما میگه که حقیقتا چه اتفاقات سخت و دشوار و تنبیهات و داوری های بزرگی پیش روی بشر هست. این خداوند عزیز، ما میخوایم در روزها اگر هستیم باقی خواهیم بود، یا فرزندانمون یا نسل بعدیمون، ای خداوند عزیز، بیدار باشن. ای خداوند فیضت را بکنه. ای خداوند، که اگر دعا میکنیم در دعا بیشتر رشد کنیم، اگر خدمت میکنیم در خدمت بیشتر رشد کنیم، اگر در پی قدوسیت و پاکی هستیم بیشتر پاک بشیم. پاک بش همه. ای خداوند متشکرم. ای خداوند که تو با کلیسا کار داری، کار کلیسا تموم نشده، و در نام عیسی مسیح توسط کلیسای خودت میخوای جلال پیدا بکنه. رحم کن به مردم که تو نمیشناسن، و به ما رحم کن که تو رو میشناسیم، طبق اراده تو زندگی بکنیم. متشکرم. بر مکاشفه باب 6 آیات 1 و 2 که با هم بررسی کردیم، ای خداوند دعا میکنم کلام تو چنان که قول دادی بی‌ثمر برنگرده. در